سلام بچه، امیدوارم حالتون خوب باشه. بر دی ال پی هستم، خوش اومدید به گیم پلی خیلی باحال دیگه از پارت دهم بازی استریمر دیلی. بچه ها لطفا جدید هستید تو کانال من و ویدیو رو دارید تماشا میکنید، حتما منو سابسکرایب کنید و اگر ویدیو خوشتون اومد لایکش کنید لطفا. نظراتتون هم راجع به ویدیو و گیم پلی ها و کل کارهایی که تو کانال دارم انجام میدم برام تو کامنت ها بنویسید. تمام کامنت ها رو میخونم و همشون رو جواب میدم. پیج اینستاگرام و لینک کانال تلگرام هم تو دیسکریپشن براتون نوشتم، میتونید تو اون دوتا هم جوین بشید و مطلع بشید که چه کارهایی دارم انجام میدم. بچه ها یه تصمیم دیگه هم گرفتم، میخوام که تمام کسایی که این بازی رو دارن انجام میدن از گیم پلی هاشون واسه هم ویدیو بگیرن و بفرستن، حالا یا به لینکی که تو کانال تلگرام میذارم بفرستن یا به دایرکت اینستا. گیم پلی بازیشون رو برام بفرستن، هر کدومش که خیلی بهتر باشه و پیشرفت بیشتری تو بازی کرده باشه و اینا، تو پارت بعدی همین بازی ویدیوهاتون رو نشون میدم. بریم ببینیم داستان پارت دهم چیه. خب از اونجایی که اون سیوی که داشتم میرفتم کلا خراب شد، یه سری اتفاق توش افتاد که مجبور شدم اصلا پاکش کنم، اومدم دوباره از اول. ولی تو این سیوی که الان دارم بازی میکنم میخوام کلا یه کار دیگه انجام بدم، یعنی که یه ذره اصولی تر بازی کنم و اینا. به خاطر همین دیگه چیز الکی که اون موقع رفتم خریدم و کلی پول واسه شون دادم و نخریدم، فقط رفتم مانیتور دومه رو خریدم و چند تا گیم واسه استریما و یه میکروفون یه ذره بهتر و یه وبکم و یه هدفون یه کوچولو بهتر و اینا. ولی الان بهتون نشون میدم که تو این پارت میخوام چیکار کنم. اول از همه یه سر به کامپیوترم بزنیم. چند تا پورتای کامپیوترم خراب شده، تقریبا همهشون خرابه دیگه، باید یه سیستم بخرم و خونه رو دوباره بخریم. ولی این دفعه نمیخوام برم تو خونه قبلیه که اون دفعه خریدمش، میخوام برم تو خونه ذره بهتر. این 8000 دلاری بد نیستش، فقط یه ذره کوچیکه. اینا این 15000 دلاری خیلی خوب بود، الان همینو احتمالاً میخرمش دیگه این دفعه. یه نگاه دیگه هم بندازم، یه 25000 دلاری هست که واسه پولی که الان دارم زیاده، اون 15000 تایی خوبه، همونو میخرمش. خب میتونیم بخریمش، میتونیم اجارهش کنیم. روزی 300 دلار پول اجارهشه، 15000 تا هم اگه بخوایم بخریم میخریمش دیگه. خوش اومدید به خونه جدیدم. اینجا هم همچین خیلی بزرگتر نیست از اونجا، چی که نسبتا. خب وسایلم هم بیارم بیرون، سریع اینا رو بچینیم. هیچی نمیخوام دیگه، فقط مانیتور رو نگه میدارم. خب سکیلز هم میتونیم 9 تاشو آپگرید کنیم. استریمر رو آپگرید میکنم، گیمر رو، اینو، کاریزما، یکم بیشتر بتونیم پول در بیاریم و متابولیزم و تبلیغا. فکر کنم قیمتش اینجا میره بالاتر، من اینو میبرم بالا بیشتر، خیلی به درد میخورد تبلیغا. خب بریم چیز میزای جدید رو بخریم. باز هم خوش اومدید به فروشگاه مورد علاقه خودم. اول از همین بغل شروع میکنم، همینجوری این گوشه میرم همه رو میخرم برمیگردم. یه دونه مانیتور واسه مانیتور اصلیم میخوام، اون دفعه اینو خریده بودم، این دفعه میتونم اینو بگیرم، ولی باز به نظرم همین خوشگل تره. یا اینو میذارم مانیتور اصلی. بالاترین کانفیگ کامپیوتر رو میخوام، لول 11 میگیرم همه رو، هرچی که هست و بهترینش رو میگیرم. الان مودم کدومش بهتر بود؟ آها روزی 45 دلاره، این روزی 42 دلار. اینترنت، کیفیت اینترنتشه، این مودماش انگار همش یکیه. خب من 45 دلاری رو میگیرم. یه دونه مادربورد خفن، اینم لول 11 شو برمیداریم، 1000 دلاره. پروسسور لول 11، گرافیک کارت لول 11 و استوریج. استوریجات لولاش یه جور عجیب غریبی بود، این لول 10، این لول 11. فقط اینا فکر کنم SSD ان، HDD هم میخوام. HDD هم لول 11 داره، روی لول 11 هر دو تاش وصل میشه. کولر لول 11، به به چه سیستمی بچه. کیساش کو؟ کیس اون موقع اینو خریده بودم، خیلی تو خونه به نظرم جالب نبود، این دفعه یکی دیگه شونو میخرم. البته واقعا همهشون خوشگلتره اون، شاید هم همونو بخرم باز. حالا اینو میگیرم این دفعه. دیگه چیزی نمونده؟ آها چرا،
موس و اینا رو هم فروختم دیگه. یه موس نسبتا خوب این ورم بود، آره از چهار طرفش موس هست. اینا فرقی با هم نداره، من همین موس مشیه رو میگه. آها پر شد. یه بار بعد اول بریم حساب کنیم بعد برگشت رو بردارم. این موس مشیه رو میگیرم. هدفوناش هم خیلی چیزای خاصی نداشت اصلا، همون فکر کنم همش بهتر بود که اشتباه کردم فروختمش، باید نگرش میداشتم. همون هدفونی که اون موقع خریدم و میخرم دوباره موسپده، هم این دفعه میتونم از این ور بردارم، اینم بد نیست. این موسپده رو میگیرم. یه کیبورد فوق‌العاده زیبا که میشه این تمومه. آها میکروفون و وبکم اصل داستان. میکروفونم که قطعا همینو میخرم، وبکم هم اینو میگیرم. 15,000 تا مونده، 2,000 تا دیگه‌ش هم رفت، 13,000. خوبه، بد نیست. بد نیست. خیلی هم خوب نیست البته الان. ولی کارم را میندازه فعلا. بریم اینا رو بذاریم تو خونه. این که مانیتور قدیمیم. اینا خریدای جدیده. فقط باید برم وسایلم بگیرم، چون اینا همه رو فعلا باید بذارم رو زمین. خب یه کاری میکنم، من اصلا اینا رو فعلا نمیچینم. میرم وسایلم میگیرم میام بعد میچینمشون. بریم وسیله ها رو هم بخریم. خب اینم اون یکی فروشگاه مورد علاقه خودم باز. صندلی اون دفعه این سفیده رو خریدم، این دفعه شاید مشکی یا قرمزش رو بگیرم. قرمزش هم خیلی خوشگله، مشکی هم خوبه، ولی قرمز رو میگیرم این دفعه. این از صندلی میزم که قطعا همون خیلی جا داشت، خوب بود میزش. صندلی گرفتم، میزم گرفتم. خیلی نمیخوام این دفعه واسه این داستانا هزینه کنم، چون میخوام ذره پول نگه دارم. این فکر کنم جای بیشتری داشته باشه. این کموده رو میگیرم این دفعه، حتی اینم بد نبود، یکی جالبتر انگار. خب این طبقه که کارمون تموم شد، میریم طبقه بالا. اینم خوشگله، اینم اینجا به نظر قشنگ میاد، ولی بردمش تو خونه اصلا جالب نبود. نفعه این یکی رو میگیرم دیگه. چی؟ مبلای بزرگی هم فکر کنم جا نشه تو این خونه. چند تا اساس ریز میگیرم این دفعه، کوچیکتر میگیرم. مثلا این مبل مشیه رو میگیرم، اینو دو نفره رو میگیرم با یه دونه تکیه سفید. یه خاور بفرستم بره، بعد بقیهش رو بیام بگیرم. جا نمیشه. 9,000 تا موند. تقریبا کل پولا رفت دیگه، ولی فضا سرتونه، اشکالی نداره، پول در میاریم. یه دونه فرش هم میخوام برای زیر میز، یه فرشی که ذره خوشگلم باشه. زشتن این آباجورر هم میگیرم. میزرم نگرفتم هنوز. این دوتا با دوتا مبل و فرش هم پایین یه دونه برمیدارم. این مشیه رو برمیدارم. آقا چقدر شد؟ حدث شما درد نکنه، خداحافظ. خب این که اون خریدمون بود. اساس رو بیارم بیرون، میز رو میتونم بذارم اینجا که نور از روبرو هم بزنه تو وبکم، هم تأثیر داره خیلی. فکر کنم چرا این خونه باید 15,000 دلار باشه آخه؟ واقعا فکر کنم منطقهش جای خوبیه. مثلا من چون خودم اینا رو کج میذارم تو بازی، هم واقعا یه ذره کج میذارمشون. خیلی ویدیو تا ویدیو نظر برسه. لول 11 فکر کنم مثلا تا دی 30 جواب بده همه رو. مرتب میچینم قشنگ. اینا خیلی حساسن و خیلی گرون. خیلی گرون. کیبوردم هم میذارم اینجا. میکروفون عزیزم و وبکم. بی صبرانه منتظرم این سیستم رو روشنش کنم فقط. خب مانیتورم بذارم سر جاش، مانیتور اصلی. خوب شد خیلی میخواستم خرج نکنم، مثلا همون کارو کردم دوباره دقیقا، ولی این دفعه نمیذارم استف بشم دیگه. مانیتور روی میزه دیگه، درسته. خب مانیتور دومم، هدفونم هم بذارم سر جاش. چیزی کم نیست؟ حس میکنم یه چیزی کمه. اینا رو میچینم توی کمدم خیلی مرتب، جا کم نیاریم. گیما رو میچینم توی طبقه دیگه، همه رو مرتب میچینم کنار هم دیگه.
خیلی هم زیاده بازی ها. نصفشون هم موقع با اون پیسیم نمیتونستم بازی کنم. این هم آخرین گیم. چی مونده؟ میزه رو فقط لحظه باید بیارمش این و فرش رو اندازم زیرش. این هم روشنش میکنم فعلا. به به چه نوری داره الان استریم هم دیگه. عالیه. این مبلرم میذارم اینجا جلو دره آخه. کجا بذارم اینو؟ جا زیاد دارم، بازم وسیله اینا میتونم بذارم. نسبتاً اوکیه، فقط اینا رو ستاپشون هم بکنیم. اینستال بست پارتس. همه چی عالی. به به، فوق‌العاده. روشن میشی دیگه. آره پس چی؟ یه تست استریم هم بگیرم و تموم. خب، دو تا میل جدید دارم. یکی از دوستان به شام دعوتم کرده اینجا. خواستی نیست فعلا. اینم اونجا یکی ازش وسایل خریدم. خیلی حرف خاصی نمیزنن فعلا. به به چه کیفیتی. عالی شد. عالیه واقعا. کوالیتیم 92% بیشتر شد. ببینم الان چیا مونده اینجا. حتی الان برم بیرون دوباره موزیکه میخواد قطع شه. همه چی الان آماده است واسه استریم فوق‌العاده. بچه‌ها مرسی که این ویدیو رو هم تماشا کردید. اگر ویدیو خوشتون اومده بود حتما لایکش بکنید و نظراتتون رو راجبش تو کامنت‌ها برام بنویسید. تمام کامنت‌ها رو می‌خونم و همه‌شون رو جواب میدم. اون داستانی هم که اول ویدیو گفتم رو حتما انجام بدید. ویدیوهاتون رو برام بفرستید. حتما این کارو انجام میدم و تو ویدیوهای بعدی پارت 11 همین بازی نشون میدم ویدیو خودتون رو. لطفاً اگه جدیدم هستید و ویدیوهای منو دارید تماشا می‌کنید حتما منو سابسکرایب بکنید. زنگوله کنارش هم بزنید که محض اینکه من ویدیو میذارم شما اولین نفری باشید که مطلع میشید. خیلی مراقب خودتون باشید. خداحافظ.